یک مرد در فاریاب خواهر زنش را تیرباران کرد. طالبان استفاده از مودم و سیمکارد های ایرانی در هرات را ممنوع کردن. منابع محلی: طالبان در مسیر پنجشیر توسط دستگاه بایومتریک نظامیان پیشین را شناسایی میکنند. بمباران بزرگترین پایگاه نظامی طالبان در شمال توسط جبهه مقاومت. و هندوستان پیشرفته ترین جدهای جنگی را تحویل جبهه مقاومت کرد. مشروع خبرها، گزارش از سایت رسمی 8 صبح. منابع محلی در ولایت فاریاب میگویند که یک مرد در ولسوالی قرایی این ولایت خواهر زنش را تیرباران کرده است. منابع امروز شنبه 24 سور به روزنامه 8 صبح میگویند که فرد به نام گلبودین در منطقه خوشبایی ولسوالی قرایی ولایت فاریاب خواهر همسرش را تیرباران و خود از ساحه فرار کرده است. مقام های طالبان ضمن تعیین رویداد میگویند که تلاش ها برای بازداشت قاتل جریان دارد. پس از تسلط طالبان بر افغانستان، قتل های مرموز و جرم های جنایی به صورت بی پیشینه افزایش یافته است. طالبان استفاده از مودم و سیمکارد های ایرانی در هرات را ممنوع کردند. وزیر پیشین ارتباطات ایران میگویند که طالبان استفاده از مودم های ساخت شرکت های ایرانی را در ولایت هرات ممنوع کردند. محمد جواد آذری جهرمی، وزیر پیشین ارتباطات ایران، روز شنبه 24 سور گفته است که طالبان طرح صیانت را علیه شرکت های ایرانی روی دست گرفتند که به بهانه نفوذ ایران ورود سیمکارت اپراتورها و مودم های وایفای تولید ایران را ممنوع کردند. با گفته او، طالبان معتقدند که ایران نفوذ بالایی در هرات دارد و باید از مردم افغانستان در برابر نفوذ ایران محافظت کنند. آذری جهرمی همچنان گفته است که طالبان به دنبال اعمال مدیدیت در استفاده واحد پولی ایران در ولایت هرات هستند. هرات از جمله ولایت‌های مرزی کشور است که بیشترین واردات را از ایران دارد. منابع محلی: طالبان در مسیر پنجشیر توسط دستگاه بایومتریک نظامیان پیشین را شناسایی میکنند. منابع محلی میگویند که طالبان در مسیر پنجشیر به هدف شناسایی نظامیان حکومت پیشین ایست بازرسی ایجاد کردند. منابع با فرستادن نوار صوتی به روزنامه 8 صبح میگویند که از صبح روز شنبه 24 سور به این سو طالبان در ساحه دالاسنگ ولسوالی شتل این ولایت مسافران را بایومتریک میکنند. با گفته آنان تاکنون چندین نظامی حکومت پیشین توسط دستگاه های بایومتریک در این مسیر شناسایی و اعضای طالبان بازداشت شدند. طالبان تاکنون در مورد این ادعاها چیزی نگفته است. گفتنی است که از چند روز به این سو درگیری های وقفه‌ای میان نیروهای جبهه مقاومت ملی و طالبان در پنجشیر ادامه دارد. پیش از این نیز طالبان متهم به گروگانگیری ده‌ها غیر نظامی در پنجشیر شده بودند، اما طالبان همواره این ادعاها را تکذیب کردند. خبر تازه: منابع از ولایت پروان ادعا می‌دهند که یک هواپیمای نظامی برخی قرارگاه‌های طالبان را از گلبهار تا چارکار بمبارد کرده است. جدهای جبهه مقاومت ملی: هندوستان 4 فروند جد جنگی به جبهه مقاومت ملی کمک نظامی کرد. احمد مسعود رهبر جبهه مقاومت ملی با تشکر از کمک‌های همیشگی هندوستان این کمک‌ها را مؤثر خوانده و گفته با وارد شدن این جدها در میدان جنگ شکست طالبان حتمی است و از کشور دیگر نیز تقاضای کمک نظامی نمود. گزارش‌های تایید نشده از رسانه‌های کابل و از سایت رسمی جبهه مقاومت ملی افغانستان. خبرهای مهم از جهان: شیخ محمد ابن زاهد النهیان رئیس جمهور امارات متحده عربی شد. شورای عالی فدرال امارات حاکم ابوظبی را به عنوان رئیس جمهور این کشور انتخاب کرد. به گزارش اسپوتنیک، شورای عالی فدرال امارات شیخ محمد ابن زاید النهیان حاکم ابوظبی را به عنوان رئیس جمهور امارات متحده عربی انتخاب کرد. پیشتر محمد ابن راشد المکتوم نائب رئیس دولت امارات، رئیس شورای وزیران و حاکم دبی با محمد ابن زاید به عنوان رئیس امارات بیعت کرده بود. محمد ابن زاید برادر خلیفه ابن زاید رئیس سابق امارات است که روز جمعه در سن 73 سالگی فوت کرد. بایدن یک بار دیگر هریس را رئیس جمهور امریکا خواند.
رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در جدیدترین گاف خود در جریان سخنرانی در نشست SAN معاون خود را رئیس جمهور خطاب کرد به گزارش اسپوتنیک به نقل از فارس. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در جدیدترین گاف خود بار دیگر کاملا هریس معاون خود را رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا خطاب کرد و ای که میزبانی سران کشورهای آسیان را بر عهده داشت در جریان سخنرانی در این نشست گفت و به دلیل این بود که من برای جمهور کاملا هریس اگست سال گذشته دستور دادم که به منطقه سفر کند. این نخستین بار نیست که بایدن در سخنرانی های خود معاونش را رئیس جمهور آمریکا خطاب می کند و پیش از آن در ماه گذشته در جمع دانشجویان مرکز کنستریسیون دانشگاه آنتالیا به حمله مرگبار حامیان دونالد ترامپ به کنگره آمریکا اشاره کرد و بر لزوم حفاظت از دموکراسی و حق رأی در آمریکا تاکید کرد و سپس به کاملا هریس معاون رئیس جمهور آمریکا اشاره کرد و به اشتباه گفت. هفته گذشته رئیس جمهور هریس و من در ساختمان کنگره ایالات متحده ایستادیم. جو بایدن از زمان اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری آمریکا تا کنون به کرات کاملا هریس را رئیس جمهور منتخب و رئیس جمهور آمریکا خوانده است. پیش از رسیدن بایدن به ریاست جمهوری گمانه‌زنی‌ها درباره روال عقل او مکررن از زبان جمهوری خواهان مطرح می شد. گاف‌های متعدد او پس از رسیدن به ریاست جمهوری نگرانی مقامات و مردم آمریکا از توانایی دارای امور توسط رئیس جمهور کشورشان را دوچندان کرده است. گاف‌های بایدن به یکی از موضوعات تبدیل شده است که ترامپ از آن به نفع خود برای سرکوب رئیس جمهور آمریکا استفاده می‌کند و اخیراً در مصاحبه گفت که من تست روانشناختی دارم تا دیگر مرا احمق خطاب نکنند و بایدن نیز باید چنین تست را بدهد. قوای مسلح فرانسه آمادگی جنگ را ندارند. نیروهای مسلح فرانسه اصلاً برای درگیری مسلحانه شدید مانند آنچه در اوکراین جریان دارد آمادگی ندارند. به نقل از انساید اوور، قوای مسلح فرانسه آمادگی جنگ را ندارد. نیروهای مسلح فرانسه اصلاً برای یک درگیری مسلحانه شدید مانند آنچه در اوکراین جریان دارد آماده نیستند. این نشریه می نویسد تسلیحات محاربه‌ای فرانسه به طور ناامیدکننده خالی است. آنها فاقد تیارات، کشتی، تانک، تفنگ و مهمات هستند. کمتر از نصف تانک‌ها با مهمات استاندارد مجهز هستند. همین امر در مورد کشتی‌ها نیز صدق می‌کند. بر اساس گزارش کمیسیون ویژه مجلس، جهت احیای توان رزمی اردو حدود 6 یا 7 میلیارد یورو لازم خواهد بود. از اینکه تا این دم با ما بوده جهان سپاس. برای ویدیوهای بیشتر و تازه ترین خبرها کانال ما را سابسکرایب، ویدیوهای ما را لایک و با دوستانتان به اشتراک بگذارید. شب و روزتان خوش.